تراستی والانو باشه مراشا الاد یعقوب در ادامه قوانی که در ارتباط با بیمار بود، ناخونی که جدا شده اکثرش از جاش از انگوش و بر تکونی که میخوره بسیار اذیت میکنه و عذاب میده فرد رو، مجازه که همجوری با دست اونو در عرض شبات بکنه. حالا اگه راهکارهای دیگه داره، چسبی بزنه، چیزی کار انجام بده، ولی اگر نه همجوری با دست بکنه به شرطی که حالا اکثریت اون ناخونه جدا شده و به این شکل آزاردهنده است و اذیت کننده است. اما در مورد پوستایی که دور ناخونه که حالا اکثرا کنده شده، معمولا تا اون حد اذیت‌دهنده نیست که گیر بکنه چیز باشه و اختلاف نظر هست بین بزرگان در چه شرایطی میشه اونو گرفت یا نه، و همین بخاطر ترجمه اونا رو باید سخت بگیره، دستکاری نکنه تا پایان شبات. بیماری که الان در وضعیتی است که خطر جونی براش وجود نداره، ولی اگر الان ازش مراقبت نکنیم احتمال داره که باعث بشه در اکثریت موارد که بیماری تشدید پیدا میکنه و میاد به حالت خطر، از همین الان مجازی که براش کلول شبات بکنن و کارهایی که مورد ضروری هست رو انجام بدن، چون اگه ندن حالا یه ساعت دو ساعت پنج ساعت دیگه میاد به حالت سکران نفاش رو در اکثریت موارد. اما اگر به صورت کلی بیماری حالتی نیست که به حالت خطر جونی بیاد، از اگه هم باشه احتمالش خیلی کم هست، توی مورد خیلور شباد نمی کنن. بعد طبعی مثلا کسی که تب بالایی داره 40 درجه بالاست، برایش خیلور شباد میکنه اگر ضرورت داره، اما کمتر از این حد و حال عمومی بیمارم نامناسب نیست، برایش خیلور شباد نمی کنن مگر به وسیله فرد غیر یهودی. اما در هر دو مورد مسلمان مجازه که داروهایی که لازمه که برای کاهش تب هست رو استفاده بکنه. دختر جوونی که صورتش آسیب دیده، حالا زده خوردی بوده یا هر شکلی دیگه ای، دچار بریدگی شده و میشه مثلا با 5-6 تا بخیه اونو جمعش کرد، اما خب چنین حالتی احتمال زیاد جا میذاره و تا آخر عمر املاش هست دیگه. میشه هم با دقت خیلی بیشتر بخیه‌های خیلی ریستر زد، اما خب تعداد بیشتر میشه، به جای حالا 5-6 حالا باید 7-8 تا بخیه بزنن یا سلنج جری پلاستیک بکنن با ظرافت از زیر بدوزن اونها رو، و این کار روز شبات رو بیشتر میکنه. قبلا گفتیم و کاری که در روز شبات انجام شد تا وقتی که ضرورت داره اضافه کردن اون کار ممنوعیت داره. هر گره، هر بخیه اضافه ای در واقع یه دوخت اضافه از گره اضافه است. با این وجود اصلا بزرگانی که مجاز میگیرن که برای چنین موردی که باعث میشه که اثر اون تو صورتش باقی بمونه و باعث ناراحتی اون کل عمرش میشه، تعداد بخیه‌های بیشتر زد که از این مورد جلوگیری بکنه، و کسی که تکیه میکنه که سبک بگیره در این مورد جای اتکا داره. بیمار یا زن زاویی که روز شبات به بیمارستان رسیدن، که به صورت معمول اینا دیگه بیماری خیلی شدید بوده یا زن زاو دیگه حالا درد گرفته که اومده، مجازه که برای اونها از آسانسورهای شباتی استفاده کنن. آسانسورهای شباتی اینجا من کمتر دارم، آسانسورهایی است که به صورت معمول تنظیم شده است، اتومات و هر طبقه مثلا خود 45 ثانیه یک دقیقه وای میسه، چون که حالا شما زده باشی یا نه خودش طبقه اول 45 ثانیه وای میسه، اگر کسی بود سوار میشه نبود بعد 45 ثانیه در بسته میشه میره طبقه دوم، همینطور طبقه سوم، تو همه طبقات یه مدت زمان ثابتی میسته، بعد اتومات خودش درش بسته میشه راه میفته. طور سرگرد شاید خب از این جنبه ها تنظیم شده است برای روز شبات که استفاده بکنن،
نیاز نیست که هیچ دخالتی بکنی، دکمه بزنی، چراغ روشن خاموش بشه. حتی اگه بیمار میتونه حالا خودش به سختی با قدرت خودش از پلا بالا بره، از اصل دین جای اتکا داره که سبک بگیره در این مورد. برای هر فرد، چون که این پسیغرشه است از ربانان لای پلا، ولی چون بعضی از بزرگان هستن که سخت میگیرن در مورد پایین اومدن از این آسانسورا که استفاده کنه که طبقاتی رو پایین بیاد با این آسانسورای شباتی اوتومات، بنابراین جایی که امکان پذیره خوبه که در این مورد سخت بگیره، مگر اینکه واقعا بیماری شدیده، پیرمرد پیرزن نمیتونه از پلا پایین بیاد، که بازم میتونه از همون آسانسور شباتی استفاده بکنه. کسی که لازم شده که غذای بخوره یا بنوشه در روز کیپور ناشی از سکانا که احتمال خطر جونی بوده، به همین خاطر گفتن تنید نگیره یا تندشو باز بکنه، لازم نیست که بخوره به صورت غیر معمول که از اون غذای لذتی نبره فلان اینها، بلکه حالا اگر امکان پذیره مثل اون روالی که تو قوانین کیپور گفته میشه، سعی بکنه لقمه‌های 30 گرمی رو در دقیقه یک بار بخوره، یا نوشیدنی رو مثلا 40 سی سی در دقیقه یک بار، 40 سی سی 8 نوشیده، 40 سی سی 8 در دقیقه، مگر اینکه نه ضرورت مبرم داره، خطر است که بعد یک بار آب زیادی بنوشه. این که میگیم به روش غیر معمول بخوره، مثلا هیچ نمکی ادویه‌ای نزنه، بلکه مجازه که مطابق طریقتش بخوره. مزالک برای موضوع اندازه خوراکی ها، البته گفتیم جایی که امکان پذیر است باید دقت بکنه و طبق قانون رفتار بکنه. بیماری که خطر جونی براش وجود نداره اما از شدت بیماری به بستر افتاده، یا حتی اگر به بستر نیفتاده اما شدیداً درد داره، عزا میکشه، مجازه که بگم به گوی برای که برای او دارو بیاره، دارو مثلا بره خریداری کنیم براش بیاره، با وجود که لازمه خب حالا بره پول بده بخره، تو خیابون حمل و نقلش بکنه بیاره. و خوبه که بگم به فرد گویه که تو مسیر وا نایسا، سریع خودتو برسون، که حالا اگر تو رشود عربی وا نایساده باشه اناخان هستده، جنبه هایی از جنبه قانونی سبکگیری داره. و اگر فردگویی در دسترس نیست، مجاز حتی برای ایسرائیل که داروها رو بیاره در روش ربیم، به صورتی که داروها رو به صورت روش غیر معمول هم میکنه، مثلا زیر کلاش قرار میده یا به شکل دیگه که روش معمول هم لغ نیست، و در مسیر راه هم توقفی نکنه که یخید به یخید درخ روش ربیم باشه و به شکل سویش ربانانی میشه. بیماری که خطر جونی نداره که نیاز پیدا کرده به دارو برای ایام هفته هست، و پزشک غیر یهودی که داروها رو آماده میکنه مثل داروهای ساختنی است، داره میره مسافرت و زمانی برای آماده کردن اون نیست مگر در شبات، نمیشه مجاز گرفت که درخواست کنه که روز شبات داروها رو برای او آماده کنه که بعدا مثلا دو شبات سه شبات میخواد استفاده کنه، مگر اینکه آماده کردن داروه ایسور تورایی نداشته باشه. اما اگه موردیست که مثلا داروها رو قراره که مثلا بجوشونن بپزن که اون ایسورش تورایی هست، گفتیم نمیتونه این کار انجام بده موقعی که بیمار خطر جونی نداره. و اگر هیچ راه چاره دیگه نیست و ضرورت مبرم هست، این هست که به یک فرد غیر یهودی بگه که از اون پزشک غیر یهودی بخواد. این امیرال امیرا میشه، مستقیما گفتم به یک غیر یهودی که کار ایسور انجام بده ممنوعیت داره. اول که ما به یک غیر یهودی میگیم، اون به انتقال میده به یکی دیگه، چه بودی شوت هست و در جای که حالا بیماری هست و شرط سخت هست جای سبکگیری داره. فردی که آسیب دیده و دچار جراحت شده در روز شبات و پزشک میگه که فرد آسیب دیده نیاز به تزریق خون داره، مثلا گروه خونش موجود نیست، یکی از فامیلاش بیان خون بدن، اینها هر موردی که
بحث پیقوان افشه است احتمال خطر جونی وجود داره. گفتیم مجازی که خیلی شعبات بکنن و به این شکل اگه لازم بود با تلفن اطلاع بدن به فامیل دوستاش، هر کسی که گروه خونی او رو داره خودشو به بیمارستان برسونه که بشه خونی تهیه کرد و به بیمار تزریق کرد. و همینطور اگه حالتی که بیمار بدحاله و مثلا درخواست میکنه که بگید مثلا مادرم بیاد، بگید فلانی بیاد، و اگه نه ممکنه که دوچارش تشویش ذهنی بشه و این باعث بشه که بیماریش تشدید پیدا بکنه، چنین حالتی هم جز پیقان نفش محسوب میشه تو بیماری شدید که به خاطرش کلور شعبات بکنن و بخوان که اون فردی که مورد نیاز هست خودشو به بیمارستان برسونه. این کلیات قوانی بود که در ارتباط با فرد بیمار در روز شعبات هست که انشالله همیشه خوبی و خوشی سلامتی باشه، نیاز پیدا نکنه. اما مسلمه که اندام باید قانون رو بدونه که بدون کجاها مجازه، اگر ضرورت پیدا کرد خیلی شعبات بکنه و کجاها باید از این امر پرهیز بکنه که آسشالوم دوشال میکشول نشه.